جادی هستم از جادی دات نت و بقیه جادی ها و میخوام در مورد ویدیو قبلی که مقایسه سیستم عامل ها بوده که بیشتر حرف بزنم به فکرم رسید که در واقع فون کامنت ها رو دیدم و دیدین هنوز جای بحث هست میگفتین جای بحث هست فکر کردم که خوبه بیایم در مورد سه تا سیستم عامل تو سه تا ویدیو جدا حرف بزنیم بیشتر ایده تاریخچه ای و شکلی اولیش منطقا ویندوز تقریبا همه ما ویندوز رو دیدیم خیلی عجیبه اگه, اگه کتاب ویندوز ندیده باشه ویندوز از اینجا شروع کنیم شاید بهتر بشه تو تاریخچه که پی سی اومد معماری پی سی رو اووردن آی بی ام کامپیوترهایی می ساخت با این معماری خاص سی پی یو خاص باسش باید اینجوری کار کنه و اینجور چیزا و براش یه سیستم عامل می خواست. سیستم آمل هایی که اون موقع بودن سیستم آمل یا تجاری خیلی بزرگ بودن مثل یونیکسا یا چیزهای تجربی کوچیکتر بودن یا اصولا به مفهوم امروزی سیستم آمل های کمی داشتیم شما اینجوری نبود که انتخاب داشته باشید معمولا سخت با سیستم ها آی بی ام برای کامپیوترهای شخصی پی سی که خیلی ارزون تو رنج چند هزار دلار میتونستین این کامپیوتر و بزنین تو خونهتون دنبال سیستم عامل میگشت حالا یه قصه هایی هست که مامانم بیل گیس یه جایی بود و بیل گیس یه چیزی رو از یکی خرید فروخت به یکی دیگه و در نهایت سیستم عامل داس رو بهشون داد دیسک اپراتینگ سیستم که اون کامند مشهور صفحه معمولا سیاهی که توش تایپ میکنیم سفید یا سبز و اینا مثل هکرها چیز مینویسیم اون شکلی بود شما بوت میکردین میتونستین فایل‌ها رو ببینین فایل‌ها رو اجرا کنین فایل‌ها رو کپی کنین و این جور چیزا به همین دیسک اپراتینگ سیستم بود خیلی ساده یه برنامه می اومد بالا اون برنامه که تموم میشد می اومد پایین دوباره تو داس بودین میتونستین برین توی دایرکتوری دیگه یه برنامه دیگه ران کنین برنامه بیاد بالا بره پایین و این جور چیزا ولی این چیزی نبود که مردم میخواستن اولا امکان مالتی تاسک نبود نمیتونستین دو تا برنامه رو را همزمان ران کنین بعدم خب بسیار 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 مقدماتی بود سیستم عامل فقط چیزی بود برای ران کردن بقیه برنامه ها. نه تنظیمات خاصی توش انجام میدادین نه مدیریت برنامه رو انجام میداد به اون معنایی که ما الان چند تا رو باز میکنیم یکی رو میبندیم یکی رو پاوز میکنیم دو تاش رو هم رام میکنیم و این جور چیزا ولی در نهایت شغلش مدیریت برنامه است دیگه برخواد بگذاریم سال 83 بیل گیتس اولین ویندوزش رو معرفی کرد که ویندوز بود دیگه پنجره ها برخلاف داسی که تو محیط متنی یه برنامه ران میشد می, می تو اون برنامه وقتی تموم می شد بیرون دوباره تو کامند لاین بودین تو ویندوز پنجره هایی داشتین که میتونستن برنامه ها رو ران کنن در نتیجه خیلی 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 اتفاق بزرگی بود اما تو ویندوز یک که خود بیل هم تو نوشتنش بسیار بسیار موثر بود مفاهیم جدید آمده بود مثل ماوس یا رابط گرافیکی قبل از این یه کوچولو حالا شرکت های دیگه مثل زیراکس و هم داده بودن مفهوم ها رو ولی اپل مشهورش کرده بود که رابط باید گرافیکی باشه و شما ماوس داشته باشین کار کنید ماوس هنوز مردم بلد نبودن چیز سختی هم هست دیگه شما اینو بگیر دستت اینجوری اینجوری کنی یه چیزی بشه کلیک کنی اون اینجوری اینجوری تکون بخوره در نتیجه یه بازی به اسم ریورسی هم گذاشته بودن که ما به اسم ریورسی می‌شناسیمش از رو هم میپرن هنوز هم تو ویندوز هست که مردم به ماوس عادت کنن تو ویندوز یک هنوز پنجره ها نمیتونستن روی هم دیگه بیفتن هر پنجره جدا یه جایی بود ویندوز دو اولین کسی بود که اجازه داد پنجره ها بیفتن رو هم اولین ویندوزی بود اصطلاح بهتریه و این چیزی باشه که امروز میشناسیم همچنین کنترل پنل اومد توش برای تنظیمات راحتتر هر تا ورد و اکسل هم اومدن داستانی هست که میگه مایکروسافت رفت نوشتن ورد و اکسل رو پیشنهاد کرد به اپل اپل قبول نکرد گفت نه این به درد ما نمیخوره شما برید مایکروسافت خودتون بشین اون عکس های تاریخی بیل گیتس و اینا خیلیش به این برمیگرده و بعدا اپل بدبخت شد سر اینکه آفیس تو ویندوز بود و تو مک نبود این ویندوز 2 شد ویندوز سه این امکان آورد که برنامه های داس رو توی ویندوز اجرا کنه یعنی یه پنجره باز میشد که یه صفحه سیاه بود و توشه یه برنامه داست ران میکرد در واقع این اتفاق افتاد که شما میتونستین برین تو ویندوز 3 و همه کارهایی که قبلا تو داست میکردین هم بکنین پنجره های مختلف هم داشته باشین که چیزهای مختلفی رو ران میکنن مالتی جدیتر شده بود 256 رنگ بود و یه رقیب واقعی برای آمیگا و اپل شده بود ویندوز 31 توی دو ماه یک میلیون نسخه فروخت و به قیمت 150 دلار عدد بزرگیه فونت های ترو تایپ توش اومدن بازی اون ماین سویپری که بود این تو اومد و رو سی دی عرضه میشد که خیلی حرفه البته فکر کنم 15 بیشتر نبود ولی در نهایت رو سی دی میدادنش گذشت و گذشت و هنوز این شکلی بود که شما باید کامپیوترتون رو داس بوت میکرد ویندوز رو ران میکرد ویندوز 95 که سال 95 اومد یه اتفاق بزرگ بود اولا ویندوز 95 توی چهار روز اینقدر یک میلیون نسخه فروخت قبلی هاتون ویندوز یک تو دو ماه یک میلیون فروخته بود و عظیم بود مک یه دوره هایی کامپیوتراش طول میکشید که پنجاه هزار تاشون رو کی میفروشن این تو چهار روز یک میلیون نسخه فروخت سیستم رو کامل بوت میکرد ویندوز 95 یعنی کامپیوتر میومد بالا و تو محیط گرافیکیش بود تو ویندوز یک کامپیوتر میومد بالا تو محیط داست بود شما بعد ویندوز رو ران میکردید دکمه استارت رو اضافه کرد که خیلی مشهوره و خیلی خیلی هم تبلیغات کردن یعنی کسایی مثل بازیگرای سریال فرند، رولینگ استونز اینا رو اووردن که برای شما بگم ویندوز چقدر خفنه. داس هنوزم توش مهم بود و برای بعضی چیزها شما باید لایه پایینتر داس رو می‌داشتین. 32 بیتی بود و فکر همین. ویندوز 95 اتفاق خیلی 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 بزرگی بود. سال 96 ویندوز انتی رو دادن که نیو تکنولوژی بود. داستانش هم این بود که مایکروسافت داشت با IBM همکاری می‌کرد برای نوشتن یک سیستم عامل نسل آینده. OS2 و کلی هم ما موقع هیجان داشتیم که این چیه تکنولوژی چیه چه جوریه و کرنلش متفاوت بود و کلی حرف داشت مایکروسافت و ویندو آ... آی بی ام می‌خواستن با هم بدن اینم گفتم نگفتم که اتفاق بزرگی که اصلا این کامپیوترهای پی سی رو انقدر مشهور کرد که در واقع مایکروسافت روش سوار شد که در واقع یه سیستم عامل خرید به عنوان داست فروخ به آی بی ام این بود که آی بی ام اجازه داد به سازنده‌های دیگه مثل کامپک که سیستم های سازگار با آی بی ام رو سازن الان ما شما پی سی که میخریم تقریبا محاله دیگه اصلا غیر ممکن آی بی ام دیگه نمیسازه از آی بی اومده باشه در واقع سیستم های آی بی بودن در نتیجه بازار رو شدیدا دستش گرفت اپل کامپیوتر خودش رو می ساخت آی بی ام خودش رو می ساخت آی یهو یه به آدما گفتش که شما میتونین بر اساس همین معماری که من میسازم شما هم بسازین هیچ مشکلی نداره و اسمشو بذارین آی بی ام و آدما همه برنامه های کامپیوتر من رام چرا کامپیوتر شما رام بشه یه لحظه تصور کنید یکی بیاد بگه شما میتونید دقیقا سخت افزاری بسازید که مثل مک باشه تمام اسپسیفیکیشن رو داشته باشه همه چیزو روش مک او اس نصب کنید چقدر قیمت مک سقوط میکنه و چقدر آدم ها ممکنه مک بخرن آی بی این کارو کرد که بازار گرفت به هر مایکروسافت و آی داشتن ویندوز انتی ویندوز اه. او 2 رو با هم می نوشتن و یه جای دیگه راهشون از هم جدا شد خیلی هم داستانه بامزه ای IBM بی آدمای مرتب منظم و چیچی بودن در مقابل مایکروسافت یا تی شرت می پوشیدن شلوارک می درنچه خیلی آفیس های خنده داری شده بود IBM که رفت بیرون مایکروسافت سیستم مشابهی با کرنل مشابه تحت عنوان ویندوز ان منتشر کرد درنچه شاخه ویندوز ان تی کاملا از نظر معماری با ویندوز ایکس فرق داشت با ویندوز 95 بخشید و بعدش حالا 98 98 اومد سال 98 روی ویندوز 95 سوار میشد یه نکته حساسش این بود که آی ای رو کرد دیفالت یعنی آی ای از اول نصب بود تو ویندوز 95 شما باید یه سرویس پک کردن هم چی چی یا چی چی پلاس نصب می‌کردین آی ای داشتیم و در این حال مثلا دکمه عقب جلو رو اضافه کرد تو ویندوز 98 فکر کنم که خیلی هیجان انگیز بود می‌رفتین توی دایرکتوری می‌تونستین دکمه عقب بزنین برگردین عقب و یو اس رو ساپورت می‌کرد و این جور چیزا ویندوز 98 در واقع سوار بر 95 بود بعدش هم که دیگه تقریبا آشنا این اکثرا به سن شما بعد بخوره دیگه ویندوز 2000 اومد ویندوز ام ای اومد که مزخرف ترین تاریخ بود 2001 اومد و XP اومد. XP اولا 64 بیت بود. وقتی میگیم 64 بیت یعنی میتونه مثلا یکی از اتفاقایی که توش میفته اینه که میتونه حافظه های بیشتر از 4 گیگ رو هم مدیریت کنه. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. در ضمن در عین حال ویندوز XP مبتنی بر NT بود. روی کرنل جدید قشنگتر سوار بود. از نظر فرمی شبیه 2000 بود ولی چیزهای واقعا از نظر فرمی منظورم کرنلیه. 2000 ویندوز سرور NT بیسدی بود. ولی از نظر محتوا شکل کارایی که میکنین شبیه ویندوز ام ای بود که در واقع انتظار می دارم. خیلی بد گفتم ویندوز 95 خیلی خوب بود آدمو دوستش داشتن و کلی موفق شد یه شاخه جدا شد به اسم ویندوز ان در واقع جدا اومد که نیو تکنولوژی بود برای سروراش بود ویندوز 2000 اینا رو سوار شدن کرنل خیلی خوبی داشت ولی ظاهرش خیلی سروری بود یه ویندوز ام هم داد میلنیوم که ویندوز خیلی مزخرفی از آب در اومد مثل مثلا ویستا بعد کاری که کردیم بود که اومد توی ویندوز XP پی کرنل خوب انتی رو با ظاهر خوب ام میکس کرد ویندوز XP رو داد به این خاطر انقدر ایکس رو آدم رو دوست داشتم ویندوز خوبی بود فیچر هم زیاد داشت مثلا فونتاش رو خیلی برای ال تنظیم کرده بود یا برای ال سی یا امکان نوشتن CD رو توش گذاشته بود اوتوران سی دی و اینجور چیزا 13 سال ایکس زنده موند هنوز هم خیلی ها ایکس پی استفاده میکنن و خیلی هم دوستش دارن و عالیه مشکل بزرگش یادتونه مشکل سکیوریتی بود چون یه نسل اول مرج این دوتا بود و مشکلات سکیوریتیش بسیار زیاد بود و هنوز هم هست بعدش ویندوز ویستا اومد ویندوز هفت اومد که در واقع خیلی میگن اصلا ویستا این وسط نباید میومد در واقع ویندوز هفت باید میومد یه ضرب ویندوز 8 اومد که چند تا حالا ایده داشت که تقریبا خیلی عمرش کوتاه بود و الان ویندوز 10 رو داریم و ایده مایکروسافت حداقل الان ادعاش اینه که ما ویندوز 10 رو ادامه میدیم دیگه نمیگیم ویندوز 11 12, 12 13 ما ویندوز 10 رو هی hey, آپدیت میکنیم معلومه که یه جایی این کار رو کنار خواهد گذاشت البته ما در مورد دسکتاپ داریم حرف میزنیم دیگه یعنی ویندوزهای سرور رو حرف نزدم ویندوز مثل سی -E رو حرف نزدم ویندوز سی ویندوزی بود خیلی جمع جور, و جور کوچیک و سبکتر مخصوص کسایی که میخوان نصبش کنن رو دیوایس های سبک مثلا اگه شما تو ماشینتون قراره که جی پی اس نصب کنین که نقشه نشون بده ویندوز سی ای روش نصب میکردین یا رو گوشیتون یا چنین چیزایی ویندوز ده یکی از قدم بزرگش این بود که قرار شد تمام اینها رو به هم شبیه کنه اینترفیسش هم یه جوره که هم بتونه رو تلفن خوب کار کنه هم بتونه رو تبلت کار کنه هم بتونه روی پی سی کار کنه تو بدبختی اینه که همین کار میکنه در شما بدبخت میشین تو سرور ویندوز مثلا اگه ریموت بهش وصل میشین باید ببرین ماوس اون کنار که یه چیزی بیاد بالا بتونین باش کار کنیم. خلاصه خب یا مثلا شما ویندوز مخصوص ایکس باکس هم یه ویندوزی که خب یه جور ویندوزیه که بهینه شده برای ایکس باکس نکته بامزه اینه که ویندوز خب یه سری API دیگه اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس برنامه ها که دارن تو ویندوز ران میشن ریکوستشون رو میدن به ویندوز ویندوز اون کاری که قرارا رو انجام میده جوابشون نمیده که ممکنه گرافیک ها عوض کنه یه چیزی هر برنامه اینجوری نوشته میشه دیگه مثلا اگه میگیم ماشین حسابه برنامه به ویندوز میگه که یه پنجره اینجوری باز کن توش این عددا رو بنویس بعد میگه اگه یکی اینو فشار به من بگو یکی که اینو فشار به برنامه میگه یکی زد 4 ها چون تو حافظه 4 یکی زد به علاوه ویندوز به برنامه تو میگه این زد به علاوه به علاوه رو میزنه پنجم زد به برنامه میگه میگه پس اگر الان زده 5 علاوه 4 اون تیکه که بودش گفته بودم اون بالا خالی بذار اونجا بنویس 9 این کار رو در واقع هی داره برنامه با ویندوز حرف میزنه سیستم عامل اصلا همینه خب ماجرا اینه که آدم ها سعی کردن پیاده سازی های آزادی از ویندوز هم بکنن الان هم واقعا چیزهایی هستش که کار میکنه مثلا پروژه واین اینجوریه واین یه رابط ای پی آیه که میتونه توی مک یا توی لینوکس ران بشه ریکوست از برنامه های ویندوزی بگیره واسه مک یا لینوکس ترجمهشون کنه و اتفاق بیافتن مک رو واین هست واین رو هست یا نه فکر کنم باید باشه به با حال ویندوز که لینوکس حتما هست و در نشه بیه مجموعه از برنامه ویندوز رو شما میتونید تحت لینوکس ران کنید. انقدر راحت نیست که شما بگیم من میخوام فتوشاپ نصب کنم آفیس نصب کنم هر این دوتاش هم آدما نصب میکنن در نهایت یعنی فکر نکنید هر اکزیکیوتیبلی رو به راحتی میتونید نصب کنیم پیچیدگیش زیاده یا مثلا یه پروژه دیگه بود ریاکت ریاکت او تلاش میکنه ای پی آی ویندوز 7 رو شبیه سازی کنه یعنی در واقع اگر شما ریاکت او نصب میکنید یه سیستم عامل نصب کردین که ویندوز نیست آزاده میتونین دانلودش کنین و نصبش کنین اما APIش ای با API ویندوز 7 قرار یکی باشه تمام برنامه‌ای که تو ویندوز 7 کار میکنن باید اون تو هم کار کنن برگ برنده این مایکروسافت تو کل ماجرای ویندوز این بود که یک تو بسیاری از کامپیوتری که می‌خرین ویندوز نصب میشه از اول نصب شما اصلا در مورد اینکه این ویندوز فکر نمی‌کنین شما کامپیوتر میخریم میاریم بوت می‌کنیم، کار میکنیم یه زمانی هست که بهتون میگه ای ویندوز استفاده میکنی اوکی نتیجه خیلی زیاد آدما اکسپوژر اولشون با ویندوزه دومیش دو اینه که ابزارهای بسیار مفیدی روش هست مثلا مجموعه آفیسش بی‌نظیره حالا ما لیبر آفیس رو داریم و ازش دفاع میکنیم ولی تو خیلی جاها لیبر آفیس همپای مستقیم برابرهاش مثل ورد و اکسل نیست در نتیجه و از اون طرف بحث مشارکت عمومی هم هست که وقتی همه رو ویندوزن شما میرین توی شرکتی یارو برای شما فایلی که میفرسته فایل ورده و انتظار داره شما مثلا اون بتونین کامنت بذارین براش بفرستین شما نمیتون بگین نه فرمت آزاد بفرست میتونیم بگیم ولی هی باید مدافع کنین و بجنگین و اینا یا اگه انتشاراتی دارین فایلی که براش میفرستین انتظار داره فایل ورد باشه حالا اگه شما تو این صفحه بندیش کردین شاید اونجا خوب باز نشه و اینجور قصه ها همچنین خیلی از بازی سازا توی ویندوز بازی رو و خب سر وب مثل آی آی بود چی بود دات نت مثلا سیستم برنامه‌نویسی اینجا خیلی از بچه‌ها تذکر داده بودن که دات نت الان کاملا آزاده و تو سیستم‌های دیگه هم می‌تونید بنویسید حتی می‌ذارم بعد آخر ویدیو قبلی گفته باشم مگه یادم رفته باشه آره تو سیستم‌های دیگه هم می‌تونید بنویسید ولی من نمی‌دونستم که انقدر نیتیو و راحت شده من قدیمی‌های ویندوزی شو بودم که دردسرش بیشتر بود خلاصه این روزا تقریبا 75 درصد یعنی بیشتر از تقریبا یک چهارم کل کامپیوترهای دسکتاپ جهان ویندوز استفاده می‌کنن و در نتیجه مرسوم ترین پلتفرم اگه آفیس میخواین اگه میخواین بازی کنین اگه میخواین به عمومی کاری بکنین که طبیعتاً کامپیوتر داشته باشین یعنی اینکه ویندوز دارید تو ایران خب ما میتونیم کرک کنیم و اینا و در نتیجه داستان اونجوری هم هست رایگان بودنش خیلی تبلیغ نداره رایگان بودن لینوکس اما امنیتش داره ویندوز مشکل مشکلات ویروسی هنوز خیلی زیاد داره تو ده بسیار بهتر شده ولی کماکان شما در زیادی دارین و بقیه قصه ها ساختاری متنوعی داره ولی به اکثر مردم استفاده میکنن شما اگه میکنین باش خوشحال باشین مهم که با کامپیوترتون چی کار میکنین مهم نیست که با چی اون کار رو میکنین بخندید میریم سراغ لینوکس